هفته گذشته کنفرانسی تحت عنوان جنگ مقدس علیه اسرائیل و غرب و واکنش آلمان در برلین برگزار گردید. به دلیل اهمیت این کنفرانس در برنامه امروز بخشی از گفتگوی من با خانم فتیه نقیب‌زاده یکی از مسئولان فریدوم فورم برلین پخش می شود. توجه فرمایید. هدف ما از این برقراری این کنفرانس از اونجایی است که شما می دونید که رئیس جمهور فعلی ایران احمدی نژاد اولا هولوکاست رو که یکی از بقای وحشتناک بشری است رو انکار کرده و ما در کشور آلمان زندگی می‌کنیم و کشور آلمان کشوری است که بالاترین روابط اقتصادی رو با کشور ایران داره و در کشور آلمان متاسفانه هولوکاست به وجود آورنده هولوکاست بوده و ایران کشوری است که انکار کننده هولوکاست هست و ولی با این وجود روابط اقتصادی بسیار بسیار بالایی با هم دارند و ما خواستیم از این طریق که یک کنفرانس علمی رو انجام بدیم که افرادی رو در این کنفرانس دعوت بکنیم، به طور مثال تبعیدیان ایرانی که به طور جدی مخالف رژیم هستن، یعنی در واقع اپوزیسیون ایران هستن، و همچنین افرادی از کشور اسرائیل رو دعوت بکنیم، متخصصینی رو، محققینی رو، و همینطور از تمام خیلی از کشورهای اروپایی در این کنفرانس شرکت کردن و از آمریکا. بریم سراغ دانش آموزان هنرمند آموزشگاه پروین اعتصامی و ببینیم که برای برنامه امروز چه قسمتی رو آماده دارند. شعر زندگی من چگونه بود از خانم دکتر شهناز علامی، اجرا از ساسان بله حسین پور. گذر عمر، چگونه عمر گذشت؟ گلبنی که خمید، ستاره‌ای که نتابید، نامه‌ای که نیامد، دری که باز نشد، دیده‌ای که من برا، بساط عید که برچیده شد، نیامده مهمان. چگونه عمر گذشت؟ درخش خنده، برقی که سوخت بر لب طوفان. Wie mein Leben war. Eine Blume, die jung verwelkte. Ein Stern, der nicht leuchtete. Ein Brief, der nicht ankam. Eine Tür, die sich nicht öffnete. Ein Blick, der in der Ferne schweifte. Eine Festtafel, die abgeräumt wurde, ehe noch Gäste kamen. Wie mein Leben war. Ein Blitzstrahl, den der Schlund des Taifuns verschlang.